نام دادار دادآفرین. سلام، صبحتون بخیر. خسته نباشید، انشالله که حالتون خوب باشه و تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. خب از اینجا به بعد میخوایم درس مدنی رو شروع کنیم، درسی که به نظر من توی زندگی های ما خیلی تأثیر داره. کلن کلمه مدنی یا به عبارتی همون اجتماعی که شما میخونید، وقتی ما میگیم اجتماع یعنی یک جامعه رو داریم ازش صحبت میکنیم که توی اون جامعه مردمی توش هستن که با همدیگه روابط اجتماعی دارن، روابط متقابل دارن، تعاملاتی با همدیگه دارن. وقتی من میگم شما یک شهروندید، یعنی کسی هستید که درون این جامعه دارید زندگی میکنید و با هموطنان خودتون یک سری تعاملات مشترک دارید. خب وقتی من دارم میگم که از درس مدنی دارم صحبت میکنم، کلمه مدنی از مدنیت میاد، یعنی از واژه مدنیت به معنی شهرنشینی میاد. پس این درس هایی که در بخش اجتماعی و مدنی شما داره گفته میشه، به عبارتی تمام هدفش این هستش که شما رو به عنوان یک شهروند خوب یاد بگیره، یادتون بده که چجوری شهروند خوب باشید و در اجتماعتون، در جامعتون بتونید یک فرد مؤثری باشید. بیشترین بخشی که در امتحانات ترم آخر و نهایی در بخش اجباری ازش سوال میدن، بخش مدنی شماست، یعنی بخش اجتماعی شما هستش که مثل سایر بخش های دیگه 8 درس داره که از امروز ما شروع میکنیم هر درسی رو برای شما عزیزان تدریس کردن. لطفاً یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه، بخش مدنی شاید بارش سبکتر از بخش های دیگه کتاب شما باشه، اما چیزی که میخوام بگم اینه که لطفاً به دلیل ساده بودن احساس نکنید که خب چون آسونه ما به راحتی میتونیم نمره بیاریم. بله نمره میارید، اما برخی از سوالاتش به همدیگه خیلی نزدیک و شبیهه، پس این رو عنایت داشته باشید که با دقت بیشتری تمرکز بکنید. درس اولی که میخواییم بخونیم فرهنگه. خب میخواییم ببینیم که اساساً فرهنگ یعنی چی، که چه اتفاقی برای ما داره تو زندگی میفته. الان شما تو این تصاویر اگر نگاه کنید، سنت ها و فرهنگ ها، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم مختلف رو داره برای ما چی کار میکنه نشون میده. میخواییم ببینیم که فرهنگ چیه و ما چه برداشتی از واژه فرهنگ توی اینجا داریم. من اگر بخوام خودم فرهنگ رو برای شما تعریف بکنم، میگم فرهنگ اون مجموعه افکار، عقاید، آداب و رسوم، خط، زبان و شیوه زندگی مردم یک جامعه است. به عبارتی فرهنگ برمیگرده به اون عقاید، به اون باورهای اساسی، اون ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری که ریشه دارن و دیرپا هستن و اینها توی زندگی من و شماها چیه بسیار بسیار تأثیر میذاره و بسیار بسیار برای ما چیه حائز اهمیته. شاید شنیده باشید که بارها بعضی از آدما میگن که شما چه آدم بی فرهنگی هستید، چه آدم با فرهنگی هستید. اینا رو شنیدید شما توی اصطلاحاتتون. حتی تو گذشته ها اعتقاد فارسی زبان ها این بوده که بدون فرهنگ آدمی نمیتونه قدمی مثبت برداره توی زندگیش. حتی نزد اروپایی ها هم فرهنگ پیشینه دراز و بزرگی داره و فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیر میذاره. خدمتتون عرض کنم تمامی فرهنگ ها با یه حرکت کند و تدریجی تغییر میکنن و باعث تحولات عمیق‌تری در لایه‌های زیرین جامعه برای ما اتفاق میفته که امروز ما میخوایم در رابطه با اینها برای شما عزیزان صحبت کنیم. ما میگیم به طور کلی فرهنگ یک جامعه شیوه زندگی اون جامعه است. من اومدم جامعه رو برای شما تعریف کردم، گفتم جامعه گروهی از افراده که با یکدیگه دارن زندگی میکنن، با هم روابط و تعاملات اجتماعی نسبتاً پایداری دارن.
افراد یک جامعه برای زندگی در کنار هم از شیوه های مشترکی استفاده می کنن. چگونگی برقرار ارتباط با یکدیگر، باورها و اعتقادات، قوانین و مقررات، پوشاک و تغذیه، نحوه استفاده از محیط طبیعی، آداب و رسوم، همه اینها داره در یک جامعه این اشتراکاتی است که اینجا داره شکل میگیره و همه اینها برای ما در جامعه چی هستش مورد نظره. پس ما میگیم فرهنگ رو میتونیم شیوه مشترک زندگی مردم در یک جامعه چی کار کنیم؟ نام ببریم. پس اگر بگم فرهنگ چیه، ما یه تعریف کوچولو اگر بخوایم ازش بکنیم میگیم که فرهنگ شیوه مشترکی است که توی زندگی در جامعه ما داریم. جامعه ما میگیم که آیا اگر ما بخوایم صحبت کنیم نسبت جامعه و فرهنگ رو بخوایم برای شما عزیزان بگیم، میخوایم ببینیم که چجوریه. ببینید، من همیشه به دانشجوها میگم که نسبت جامعه و فرهنگ رو میتونیم نسبت سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر تشبیه بکنیم. شما فکر کنید سخت افزار کامپیوتر رو دارید ولی بدون نرم افزار، آیا اون فایده‌ای برای شما داره؟ میتونه کاری برای شما انجام بده؟ پس به طبع این انجام نمیشه و کاری اتفاق نمیفته برای شما. پس نرم افزار نیز تنها به کمک سخت افزار هستش که آثار خودش رو میتونه چیکار کنه، نشون بده. وقتی من کیس دارم، موس دارم، مانیتور دارم، اما خب اینو هی روشنش میکنم، اما وقتی من اون برنامه ها رو نداشته باشم، سخت افزار رو دارم ولی نرم افزار رو نداشته باشم، خب چقدر میتونه به من کمک کنه؟ پس اینجاست که من میگم که فرهنگ و نسبت جامعه و فرهنگ رو میتونیم اینجوری بگیم. پس ما این سوال برامون پیش میاد که جامعه بدون فرهنگ وجود نداره و فرهنگ هم بدون جامعه وجود نداره. همونطور که من گفتم یه رایانه‌ای نمیتونیم پیدا کنیم، کامپیوتری نمیتونیم پیدا کنیم که بدون سخت افزار و بدون نرم افزار باشه، اینجا هم ما نمیتونیم جامعه رو پیدا کنیم که بدون فرهنگ و یا بالعکس اون اتفاق بیفته. خب ما میگیم فرهنگ یعنی اون مجموعه اعتقادات، باورها، عقاید، خط، زبان و آداب و رسوم و شیوه زندگی مردمه. شما نگاه کنید، من چند تا از ملل‌های مختلف براتون مثال آوردم. آداب و فرهنگ غذاخوری در بین کشورهای مختلف تفاوت‌هایی داره. تو خیلی از کشورها ادب اینطور حکم می‌کنه که هنگام غذا خوردن آدم سر و صدایی از خودش تولید نکنه. اما تو کشور ژاپن و خیلی از کشورهای آسیایی غذا خوردن باید با سر و صدا باشه، چون اگر این اتفاق نیفته انگار که توهین شده به اون سرآشپز. پس یکی ژاپنی مؤدب، شما میبینید که ژاپنی‌ها فوق‌العاده مؤدبن، ولی یک ژاپنی مؤدب طوری نودل رو، رشته های نودل رو هورت میکشه که لپاش تا ته فرو میره و هرچه صدای این هورت کشیدنش بالاتر باشه گویا احترام بیشتری به سرآشپز میذاره. پس اینا هست. یا مثلا شما بازار هفتگی در صومعه سرا رو میبینید که اینا نشون دهنده فرهنگ اون جامعه است که داره شکل میده به اون جامعه. یا یه سری اعتقاداتی هست که توی کشورهای هند هستن که متاسفانه یک سری خرافاته دیگه، من از این زیاد خوشم نمیاد ولی مجبورم بگم چون آوردم. پس بعضی مواقع با خرافاتم اینها همراه میشه، مثلا دف کردن کودکان معلول زنده تا گردن به مدت 6 ساعت در طول خورشید گرفتگی این کار رو میکنن که هندوها این کار رو میگن مثلا برای خونسا کردن اون سمهای بدن از بدن اون بچه هستش که در موقع خورشید گرفتگی این کار رو انجام میدن. یا پوشش سنتی زنان هندی رو میبینید یا پوشش سنتی زنان آفریقا، اینا همش نشون دهنده فرهنگ، باورها و آداب و رسومشونه. یا احترامی که هندی ها میذارن با دوتا کف دستشون رو به هم میچسبونن، به سمت بالا میارن و کمی خم میشن و سپس به
شخصی که دیدن بهش سلام میکنن. اینها چیه بچه ها؟ اینا فرهنگ اون جامعه رو داره میده. و یا اینکه مثلا توی اسکاتلند توی مراسم عروسی داماد و عروس رو بیادبانه زباله های متعفن و بدبو مثل تخم مرغ و تخم مرغ های گندیده و اینا رو بیان روش قرار میدن، میگن مثلا برای چشم و نظره که این اتفاق میفته. ببینید اینا همش جزء چیاس؟ فرهنگ های مختلفه. یا تو مراسم تعزیه توی ایران ما خیلی رسوم های زیادی رو توی این باب داریم. پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم فرهنگ آموختنیه بچه ها. فرهنگ پدیده ای هستش که آموختنیه، یعنی من یاد میگیرم. من از بدو تولد تا لحظه ای که زنده هستم دائم در حال آموزشم. ببینید وقتی ما به دنیا اومدیم مثل یک کاغذ سفید بودیم، اما به مرور زمان روی ما شروع کردن به نوشتن. یعنی پدر و مادر که نخستین کانون گرم خانواده رو ما داشتیم باعث شد که به ما چیکار کنن؟ تمام آداب و معاشرت زندگی و با فرهنگ بودن و بی فرهنگ بودن رو به ما یاد دادن و روی ما روی همون صفحه کاغذ ما شروع کردن به نوشتن و یاد دادن. پس باعث شد که ما چیکار کنیم؟ این فرهنگ رو یاد بگیریم. پس من میگم فرهنگ آموختنیه. فرهنگ اینگونه نیست که من بیام از طریق ژن به ارث نمیرسه. من بیام این تمام این آموزش ها رو در یک سرنگ بذارم و به دستم فرو کنم بگم خب حالا من یه آدم با فرهنگی شدم. نه، فرهنگ چیزی نیستش که بخواد از طریق ارث یا ژنتیک به من انتقال پیدا کنه، بلکه از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر داره چی میشه؟ منتقل میشه. و به همین دلیله که ما میگیم فرهنگ رو آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه ما حسابش میاریم و صحبت میکنیم. پس این گونه شد که فرهنگ آموختنیه و ما این رو از نسلی به نسل دیگه انتقال میدن. سوالی که اینجا اومده اینه که مورچه ها و زنبورها با هم زندگی میکنن اما فرهنگ ندارن، چرا؟ خب ما به شما گفتیم فرهنگ تو خیلی کند و با حرکت کندی داره اتفاق میفته. فرهنگ در جریان اجتماعی شدن آموخته میشه. ببینید وقتی من میگم که این مورچه ها نمیتونن با هم دیگه زندگی میکنن اما فرهنگ ندارن، چرا اینجوریه؟ چون اونها نمیتونن اون مسائل مختلف رو یاد بگیرن. یعنی اونها تمام موارد رو به طور غریزی و فطری در ذاتشون وجود داره، در حالی که فرهنگ چیه بچه ها؟ یه پدیده آموختنیه و چیزی هستش که ما از نسلی به نسل دیگه اون رو چیکارش میکنیم؟ انتقالش میدیم و ازش یاد میگیریم. ما میگیم که فرهنگ در جریان اجتماعی شدن آموخته میشه. خب ببینید اجتماعی شدن یا جامعه پذیری یعنی چی؟ اجتماعی شدن جریان و فرایند طولانی مدته که از بدو تولد تا آخر عمر هست که افراد از طریق اون زندگی رو در جامعه می آموزن و خودش رو با اون چیکار میکنه؟ منطبق میده. اجتماعی شدن فرایند بسیار مهمی هستش که زیرا بدون اون افراد نمیتونن به زندگی خودشون تو جامعه چیکار کنن؟ ادامه بدن. بدون اون واقعا نمیتونن. ببینید ما شاید ساعتها بتونیم تنها زندگی کنیم اما بالاخره حوصله‌مون سر میره. ما دوست داریم که با افراد زیادی رفت آمد کنیم، عقایدشون رو بدونیم، باورهاشون رو بشناسیم، طرز فکرشون رو بدونیم. پس اینا به ما شکل میده. اجتماعی شدن من رو بزرگ میکنه، با ارزش میکنه. ما هر چقدر جامعهمون بزرگتر بشه فرهنگ های مختلفی رو یاد میگیریم و این فرهنگ ها به ما آموزش های مختلفی رو هم یاد میده. پس توی یک جامعه هر فردی عقاید، باورها، رسوم، قوانین و حتی شیوه ابراز احساسات و هیجانات رو از دیگران می‌آموزه و به افراد دیگه یاد میده. خب اگر شما تو این تصویر که براتون گذاشته شده نگاه کنید، اینجا هر کدوم از ماها دیدگاهمون نسبت به این عمل یه چیزی هستش. اینگونه است که مثلا الان داریم میبینیم که یک آقای وارد خونه میشه، پدر و
فرزندی در کنارش قرار میگیرن. خب این نشون دهنده چیه؟ من میگم ادب حکم میکنه، دارم به فرزندم یاد میدم که وقتی بزرگتری میاد ما باید براش بلند شیم، بریم جلوی پیش پای ایشون و دستمون رو به احترام برای عرض ادب جلو ببریم. پس ببینید هر کسی یه نگاهی داره، یا اینکه مثلا اون پدر بچه رو داره یاد میده بهش که باید بیای و سلام بکنی، احوال پرسی کنی. اینا آموختنیه. من دارم از ابتدا، از بدو تولد به بچه‌م یاد میدم نحوه غذا خوردنش و نحوه ارتباطاتی که داره. پس اینا همش چی هستش بچه ها؟ در حد این هستش که من میخوام بچه‌م رو توی اجتماع وارد کنم و باید اینا رو یاد بگیره. اجتماعی شدن علاوه بر این که نیازمنده، سبب تداوم حیات جامعه هم میشه. فرایند اجتماعی شدن ابتدا در خانواده شکل میگیره و به عبارتی میتونم به جرأت بگم خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی شدن فرد در خانواده است. پدر و مادر به کودک یاد میدن که چه چیزهایی خوبه، چه چیزهایی بده، چطور باید صحبت بکنن، چگونه غذا بخورن، در نشست و برخاستاشون چه آدابی رو رعایت کنن، وقتی یه بزرگتر رو میبینن پاشون رو دراز نکنن، وقتی مهمانی میرن سلام و تعارفات رو انجام بدن، چگونه در مراسمهای مختلف مثل جشنها، عزاداریها شرکت کنن، چه لباسی رو بپوشن، چگونه رفتار کنن، مثلا در موقع خمیازه کشیدن دستشون رو جلوی دهانشون ببرن و پاهاشون رو کنار جلوی افراد بزرگتر دراز نکنن، موقع غذا خوردن دهانشون رو صدا نده و زیادی باز نکنن، یا اینکه موقع غذا خوردن حرف نزنن. پس اینها در کانون خانواده هستش که داره چی میشه؟ شکل میگیره و اتفاق میفته. کودک در خانواده علاوه بر این که اون چگونگی برطرف کردن نیازهاش، شیوه ابراز احساساتش، هیجاناتش رو یاد میگیره، بلکه حتی یاد میگیره که چجوری بعضیا رو تقلید کنه. برای مثال یاد میگیره که با چه کلمات و رفتارهایی محبت یا خشم خودش رو به دیگران نشون بده. یعنی خانواده با به کارگیری شیوه های مختلفی مثل تشویق کردن، مثل به عبارتی تنبیه کردن، آفرین گفتن، اخم کردن به فرزند خودشون یاد میدن که چه چیزهایی رو با تحسین و تأیید میکنن براش و به اونها ارزش میدن، چه کارهایی بده، چه کارهایی ناپسنده، چه اعتقاداتی دارن، چه جوری باید عبادت کنن. ببینید شما الان حرفای منو میفهمید. اگر شما یه کاری رو کرده باشید که در شأن و منزلت خانوادتون نباشه، پدر خانواده، مادر خانواده به عنوان فردی که میخواد شما رو تربیت کنه یه نگاهی به شما میکنه. وقتی شما خوب درس میخونید، خب بهتون خدمات میدن، تشویقتون میکنن، سرویس بهتون میدن، ولی وقتی نمره پایینی میارید شما رو محروم میکنن. حالا ممکنه اخم بهتون بکنن، ممکنه یه جمله بدی بهتون بگن، ممکنه شدیدتر بشه گوشی موبایل رو ازتون بگیرن، یا اون علاقه هایی رو که شما به خیلی چیزا دارید اونا رو چیکار کنن؟ ازتون بگیرن. پس اینا روش هایی است که خانواده برای تربیت شماها انجام میده تا شما اون خمیر مایتون بتونه شکل بگیره، چرا که فردا قرار شما بانوی یک خانه باشید، پس بایستی حتما این شرایط رو بلد باشید. وقتی مامان این شرایط رو بلد نباشه چجوری میتونه به فرزند خودش اینها رو یاد بده؟ مطلب بعدی اینه که ما با بزرگ شدنمون علاوه بر خانواده افراد دیگری هم به ما دارن روی ما، فکر ما و طرز تصور ما، طرز فکر ما دارن چیکار میکنن؟ کمک میکنن. پس با بزرگتر شدن علاوه بر خانواده، رسانه های جمعی، دوستان، گروه همسالامون، برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز روی چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری با اون رو به تدریج به ما میآموزن. ببینید بچه ها، خیلی از شماها در کنار همدیگه توی مدرسه دارید زندگی میکنید، ساعتهای زیادی رو با همدیگه دارید کار میکنید. بعضی مواقع هست خب شماها روی همدیگه تأثیر میذارید اما خودتون نمیفهمید که چجوری.
زمانی که تشریف میبرید منزل، یک دفعه یک جمله ای رو به کار میبرید که مامان تعجب میکنه، چون میدونه این جمله جمله شما نبوده، جمله خانوادش هم نیست. پس متوجه میشه که امروز یه اتفاقی افتاده، شما شخص جدیدی روی شما تاثیر گذاشته. پس هر چقدر جامعه ما بزرگتر میشه، افراد بیشتری میتونن روی ما چیکار کنن، تاثیر بذارن، و ما انسانیم، تاثیر پذیریمون بسیار بسیار زیاده. پس میتونیم بگیم بعضی مواقع رسانه ها هم روی ما تاثیر میذارن. بعضی مواقع دیدید که مثلا یه تبلیغ روی ما خیلی تاثیر میذاره، تبلیغ یه کالا، ناخواسته وقتی من میرم فروشگاه برای خرید کردن، چشمم وقتی به اون کالا میفته ناخواسته اون رو برش میدارم. پس این تبلیغات، این رسانه های جمعی میتونه روی ما چیکار کنه؟ تأثیر بذاره. پس هر چقدر محیط ما بزرگتر بشه، تأثیر پذیری ما همچی میشه بیشتر میشه. این فرایند بعدها با رفتن ما به دانشگاه، به سربازی، به محل کارمون بیشتر میشه، چرا که افراد بیشتری در زندگی ما وارد میشن و ما ممکنه که تأثیر پذیریمون از افرادهای دیگر هم بیشتر بشه. پس هرچه فرایند ما، هرچه اجتماع ما بزرگتر بشه، تأثیر پذیری ما چی میشه؟ بیشتر میشه. در فرایند اجتماعی شدن ما میگیم اجزا و لایه‌های فرهنگ رو برای ما نشون میده. جنبه های مختلف یک فرهنگ رو اومدن مثل به عبارتی اومدن به صورت یک پیاز تشبیه کردن، یعنی به یک پیاز تشبیهش میکنن. اما قبلش من این رو بگم، در فرآیند اجتماعی شدن اجزا یا لایه های فرهنگ یعنی عبارتند از نمادها، هنجارها، ارزشها و عقاید. اینا آموخته میشن و از این طریق به افراد دیگه منتقل میشن. حالا چیزی که من میخوام بگم اینه، لایه‌های فرهنگ رو، یعنی به عبارتی اون جنبه‌های مختلف یک فرهنگ رو میتونیم ما به لایه‌های یک پیاز تشبیه بکنیم. لایه‌های فرهنگ به دو قسمت تقسیم میشن. ببینید وقتی ما یک پیاز رو مثال میزنیم، خب شکل ظاهری پیاز رو داریم و درون اون پیاز هم هست. برخی از این لایه‌های فرهنگ ما لایه خارجی یا بیرونیشه، یعنی اون شکل ظاهری فرهنگ رو داره برای ما میگه، که شکل ظاهری فرهنگ ما یا لایه خارجی و بیرونی فرهنگ ما یعنی همون نمادها و هنجارهایی است که توی جامعه شکل میگیره، و لایه‌های درونی و لایه‌های درونی و عمیق‌تر فرهنگ ما میشن شامل اون ارزش‌ها و عقاید، که ما امروز در مورد هر کدوم از اینها برای شما توضیح داریم و مثال میزنیم. پس چی گفتیم؟ گفتیم که برخی از این لایه‌ها خارجی‌ان یا بیرونی‌ان، مثل نمادها. معمولاً وقتی ما با جامعه روبرو میشیم، ابتدا ما شکل ظاهری فرهنگ اون رو میبینیم. ببینید الان درب‌های منزل همه بسته است، در کلاس‌های همه بسته است، پس شکل ظاهری اینجا نشون میده که در همه جا بسته است. ما هیچی از اینا نمیفهمیم. کی از اینا اطلاع پیدا میکنیم؟ احوال همسایه‌مون رو کی مطلع میشیم که حالشون چطوره، چه مشکلی دارن یا چه اتفاقی براشون افتاده؟ زمانی که من وارد اون خونه میشم و در درون اون خونه عمیقی تر وارد میشم و میرم درون اون خونه، شکل لایه‌های درونی فرهنگ رو میتونم پیدا کنم، یعنی با اون ارزش‌ها و عقاید اون خانواده میتونم آشنا بشم. پس اینجا داره این رو برای ما میگه، ظاهر فرهنگ اون رو ما پس نخست اشکال ظاهری فرهنگ رو در میابیم. اما اگر زندگی مردم اون جامعه رو دقیق تر بررسی کنیم، به جنبه‌های عمیق‌تری از فرهنگ اونها پی میبریم. ارزش‌ها و عقاید لایه‌های عمیق‌تری از فرهنگ هستند. اما میخوام دونه دونه برای شما مثال بزنم تا شما عزیزان این رو خوب درک کنید و متوجه بشید. میخوایم بگیم که اولین لایه‌ای که ما باهاش زیاد اشاره میکنیم و صحبت میکنیم چی هستش؟ نمادها هستن. ببینید نماد یعنی اشاره، یعنی مضمون یا رفتاری که در روابط اجتماعی به کار میره تا به وسیله اون چیز دیگری رو القا یا تداعی کنه برای ما.
نماد یعنی نشانه یا نماینده یک چیز دیگره. به طور کلی با دیدن نماد به یاد اون چیز ما میفتیم. مثلا شما الان اینجا نماد پرسش رو دارید میبینید یا نماد تعجب رو میبینید. خب وقتی من علامت پرسش رو دارم میبینم، اینجا این علامت پرسش داره به من یه چیزی میگه، میگه اینجا یعنی یک سوالی مطرحه. وقتی نماد تعجب رو میبینم یعنی یه چیزی سبب تعجب من شده. پس هر جامعه ای برای انتقال معانی و مقصود مورد نظر خودش از انواع معینی از نمادها داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. خب تو جوامع مختلف نمادهایی که استفاده میشه فرق میکنه. زبان گفتاری و نوشتاری، شما میدونید که زبان گفتاری و نوشتاری ما متفاوته. مثلا ما یه جایی توی گفتارمون میگیم مثلا بادمجان و میگیم بادمجان. ببینید ما موقعی که داریم می نویسیم و میگیم فرق میکنه. توی گفتارمون شاید بگیم چی؟ بادمجان. اما وقتی میخوایم بنویسیم در اصطلاح باید بنویسیم بادمجان یا دکمه، که بعضی از آدما میگن تکمه. پس ببینید زبان گفتاری ما با زبان نوشتاریمون فرق میکنه. بعضیا میگن دوشک، دال به کار میبرن، بعضیا میگن تشک. ببینید زبان گفتاری با زبان نوشتاری فرق میکنه. تصاویر، بناها، نوع پوشاک، همه اشیا و دست ساخته های انسان و همچنین برخی رفتارها نقشه نمادین رو داره. مثلا شما وقتی ویلکام رو میبینید یه واژه انگلیسیه، ولی این ویلکام به معنی خوش آمدگوییه. پس شما اگر تمام این رو تو کل کشورهای دنیا هم نگاه کنید کاملا همه میفهمن، فقط زبانش فرق میکنه. ببینید ما تمام قراردادهای راهنمایی و رانندگیمون یه قرارداد بین المللیه و کل دنیا تمام تابلوها به یه شکله، اما این تابلوها قراردادی هن. تو تمام دنیا وجود داره. وقتی شما کلمه استاپ رو میبینی یعنی ایست. خب وقتی اینو میذارن توی ایران یه زیرنویس فارسی هم زیرش میارن، چون بعضی از افراد هستن که نمیفهمن استاپ یعنی چی. ولی برای اینکه کشورهای دیگه، مردمان کشورهای دیگه در داخل کشور ما میان این رو بتونن چیکار کنن تشخیص بدن، به انگلیسی هم میذارن. پس این نمادها به عبارتی بیانگر یک پدیده است، نماینده یک پدیده است، مضمون نشونه است که من وقتی علامت بازیافت رو میبینم متوجه میشم که اینجا باید من تفکیک زبالم رو داشته باشم. پس ببینید اینا چیزهایی است که نماد نشانه است. شما دارید الان آرامگاهی رو میبینید، این یک نشانه است که اینجا مقبره یک شاعر بزرگه. وقتی لباس سنتی رو میبینیم بر سر یک بانوی ایرانی، نشون دهنده نمادی است که از یک خطه، از یک سرزمین داره برای ما چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. یا وقتی من علامت وی یا علامت ویکتوری رو میبینم، یعنی نشان پیروزی رو میبینم، اینا همش نشانه است و علامته. پس اینا نمادها به عبارتی نشانه هایی است که به ما نشون میده. وقتی من میرم وارد یک جایی میشم، توی منطقه قرار میگیرم، علامت رستوران رو میبینم نزدیک، یعنی میشم به یک سالن غذاخوری. یا مسجد رو میبینم، کلیسا رو میبینم، یعنی اینجا محل عبادته. پس ببینید اینا نشانه ها و نمادهایی است که برای ما انجام میشه. اما هنجارها، هنجارها هم بخش لایه های به عبارتی بیرونی و ظاهری فرهنگ رو تشکیل میدن. اگر من بخوام هنجار رو تعریف کنم، در یک کلمه میتونم به راحتی بگم به شما اون بایدها و نبایدهایی که ما انجام میدیم. هنجارها اون جزء دستور عملهای جزئی و رفتاری ما میباشن، جهت دهنده رفتار ما هستن. هنجارها رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا یک جامعه پذیرفته میشن و متداولن. پس یک جامعه اون رو قبولش داره. به قواعد، شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف ما میگیم هنجار. هنجار در اصطلاح یعنی گونیا. انواع هنجارها عبارتند از اون صفتهای عامه، آداب و شعائر و اون اخلاقیاتی است که ما داریم توی جامعه ازش صحبت می‌کنیم.
پس هنجارها اون رفتارهای معینی هستن که در یک گروه و یک جامعه اون رو پذیرفتن و متداوله. ما میگیم به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف هنجار میگیم. بچه هنجارها در واقع همون همه اون عادتها، اون آداب و رسوم اجتماعی، اون مناسک مذهبی، قواعد، قوانین، مقررات. حالا اون قوانین مثلا مثل چی؟ وقتی من میگم اون عادتهای ما هستن، ببینید وقتی ما به همدیگه میرسیم سلام میکنیم، وقتی میخوایم غذا بخوریم یا وارد جایی بشیم به همدیگه تعارف میکنیم، وقتی کسی موفقیتی به دست میاره بهش تبریک میگیم، وقتی کسی خونه نو میخره براش هدیه میبریم. هنجارها در واقع همین عادتهای ما هستن، قواعد و مقرراتی هستن که تو جامعه شکل میگیرن. مثلا ما قانون ازدواج داریم، وقتی شما میخواید ازدواج کنید اون سند ازدواجتون رو امضا بکنید، یک سری شروط ضمن عقد برای شما گذاشتن که اگر شما اون شروط رو ندونید، یعنی شما اون قوانین و مقرراتی که برای شما اعمال قرار بوده بشه رو شما خودت زیر پا گذاشتی. یا وقتی میری خونه ای رو میخری یا میخوای بفروشی، باید بدونی که قواعدی داره برای خونه فروختن، باید بلد باشی. اینا همون هنجارهایی هستن که باید انجامش بدیم. یا مثلا توی مدرسه یک سری قوانینه، ما باید رأس ساعت مثلا 1:30 صبح تو مدرسه باشیم، ما نباید با خودمون گوشی موبایل بیاریم. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی هنجار. پس کاملا واضحه که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. تو هر جامعه مجموعه ای از هنجارها وجود دارن که عموم افراد از اونها پیروی میکنن، مثل همینایی که من برای شما مثال زدم. وقتی ما به هم میرسیم سلام میکنیم، وقتی میخوایم غذا بخوریم یا وارد جایی بشیم به هم دیگه تعارف میکنیم، فقط در این موقع هاسا، ولی تو موقع رانندگی ما یک قفل فرمونی داریم که همراه خودمونم هست. وقتی کسی موفقیتی به دست میاره بهش تبریک میگیم، خانه نو میخره براش هدیه میبریم، رقص محلی مردم سبزوار رو میبینی. اینا یه نوع قاعده است، یه نوع هنجاره، یه نوع اون فرهنگ مردم و منطقه رو داره نشون میده که چه اتفاقی داره میفته. پس ببینید، یا مراسم یا آیین جاروکشی توی حرم مطهر امام رضا رو میبینید، اینا جزء هنجارها هستن، جزء قواعد ما هستن که دارن به زندگی ما شکل میدن. رسوم قربانی کردن رو داریم، اینا همش قاعده و قوانین نیست که ما توی هنجارها به کار میبریم. پس ما میگیم زندگی اجتماعی ما بدون هنجارها ادامه پیدا نمیکنه. هنجارها به روابط اجتماعی ما چی کار میکنن؟ سامان میبخشن. افراد یک جامعه خودشون رو ملزم میبینن که از هنجارها پیروی کنن تا جامعه اونها رو چیکار کنه؟ به عضویت قبولشون کنه. اما چیزی که اینجا میخوام براتون بگم این هستش که همیشه جز سوالای امتحان نهایی هم هست، اینکه چه دلایلی وجود داره یا مهمترین دلایل پیروی از هنجارها چیه؟ مهمترین دلایل پیروی از هنجارها رو میگه نام ببرید. یکی اینکه ارزش دونستن هست، اعتقاد ما به اونهاست، حفظ آبرو و احترام، یا ترس از مجازاته که ما این کارو میکنیم. اگر افراد از هنجارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه‌ای پیروی نکنن، مجازات میشن. این مجازات ها ممکنه به صورت چی باشه؟ به صورت سرزنش خودشون یا دیگران باشه، یا مثلا به صورت یک پوزخندی باشه، تمسخر کردن باشه، طرد کردن و محروم نمودن اونها باشه، یا مجازات هاشون به صورت متلک گفتن باشه، یا مجازات های رسمی و قانونی باشه. مثال میزنم تا شما دلایل مهمترین دلایلی که ما پیروی میکنیم از هنجارها رو بدونیم. من به شما گفتم یه جا ما به خاطر اون ارزشی که برامون دارن، اون اعتقاداتی که هستش، ما هنجار رو رعایت میکنیم. بعضی مواقع ما از ترس آبرومون، برای اینکه ما رو مجازات نکنن، میترسیم که مگر پشت سر ما برن حرفی بزنن، از این لحاظ ما میایم چیکار میکنیم؟ هنجار رو رعایت میکنیم. شما دیدی تو کشور ما اگر ما توی مراسم عزاداری بخوایم بریم، هیچ وقت لباس قرمز ما نمی پوشیم، درسته؟
خب این اتفاق است. یا اگر ما در یک مهمانی باشیم، یک نفر که توی اون مهمانی قرار میگیره، یک نفر پیش از ورود سایر مهمونها و میزبان سر سفره بدو بدو نمیره بشینه. ببینید بچه ها، کسی به ما نگفته که شما باید تو مراسم مذهبی یا تو مراسم مثلا عزاداری لباس قرمز نگفته که حتما باید لباس مشکی بپوشی. اما این عرف شده، این تو جامعه شکل گرفته که ما وقتی لباس مشکی مراسم عزاداری داریم لباس مشکی میپوشیم، یا بعضیا میان لباس تیره میپوشن یا لباس سفید میپوشن. اما کسی تا حالا پیش نیومده که لباس قرمز بپوشه. وقتی لباس قرمز میپوشن کسی نمیاد بهش بگه تو چرا لباس قرمز پوشیدی. اما اینجا یه اتفاقی میفته، اتفاق اینه که همه ماها برای اینکه از ترسمون، برای احترام، برای اون به عبارتی آبروی خودمون، میبینیم که بعضی از آدما وقتی من لباس قرمز میپوشم یا لباس نامناسبی پوشیدم با انگشت منو نشون میدن، مسخره میکنن. پس اینا چیه؟ از ترس آبرو و از ترس اینکه مبادا به من مجازاتم بکنم این کار انجام میدم. یا شما فکر کنید وقتی توی یک مراسم عزاداری نشستید یا توی یک جلسه عمومی نشستید، هیچ وقت نمیای گوشی موبایلتو برداری و بلند بلند صحبت کنی یا اینکه یه لطیفه ای رو بگی. اینجا ممکنه که مورد چی بگیری؟ شاید به تو هیچی نگن ولی مورد مؤاخذه قرار میگیری. پس ما انسان ها این شرایط رو داریم. پس مهمترین دلایلی که ما پیروی میکنیم از هنجارها همینه. یا اینکه اگر ما توی مهمانی باشیم، هیچ وقت حتی اگه خیلی هم گرسنه باشیم، ما این حرمت رو برای خودمون نگه میداریم. ادب حکم میکنه کتاب ما تعارف نکردن، نمیدویم بریم اولین نفر سر میز بشینیم و تمام غذای خوشمزه رو برای خودمون بکشیم و بیاریم. پس اینجاست که این اتفاقات وجود داره به خاطر مهمترین دلایل پیروی از هنجارهاست. دانش آموزان هر وقت دلشون بخواد نمیتونن وارد مدرسه بشن یا از اونجا بیرون برن یا تو ایام ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خاری کنن. فردی اتومبیل خودش رو توی پیاده رو پارک کنه و بذاره بره. خب این مجازات باید بشه، باید بدونه که این کارش چیه، کار اشتباهیه. پس اینا مهمترین دلایلی هستش که داره هنجارها رو برای ما چیکار میکنه، شکل میده. میگه به نظر شما در هر یک از این موارد برخورد جامعه با فردها چجوریه و چجوری اونها رو مجازات میکنه؟ خب من به شما گفتم که برخوردی که جامعه با اونها داره به عبارتی مشخصه، یا اونها رو محرومشون میکنه یا مجازاتشون میکنه یا تیکه بهشون میندازه یا کلن باهاشون روابطشون رو قطع میکنن و کات میدن. اما مطلب بعدی که اینجا داریم و دارم در موردش صحبت میکنم، تا اینجا ما در رابطه با اون به عبارتی لایه‌های فرهنگ، اما لایه‌های ظاهری، خارجی و بیرونی فرهنگ صحبت کردیم. اما از اینجا به بعد میخوایم در رابطه با لایه‌های درونی و عمیق‌تر فرهنگ صحبت کنیم که عبارتند از ارزش و عقاید. ارزش ها یعنی اینکه ما اموری رو خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم. خوب، زشت، بد، زیبا یا مطلوب بدونیم یا نامطلوب دونستن امور مختلف رو میتونیم چی بگیم؟ براش ارزش بگیم. هر فرد یا اعضای هر گروه و جامعه اموری رو با ارزش میدونن و امور دیگر رو چی میدونن؟ ناپسند میدونن. برای مثال من میتونم بگم راستگویی خوبه اما دروغگویی بده. ارزش ها زمینه شکل‌گیری هنجارها رو برای ما چیکار میکنن؟ ایجاد میکنن و جهت دهنده به عبارتی چی هستن؟ جهت دهنده رفتارهای ما هستن. افراد بر مبنای ارزش هایی که به اونها معتقدن عمل میکنن. برای مثال الان ما اینجا نمونه هایی از ارزش ها رو آوردیم. پس ارزش ها گفتیم به عبارتی اون چیزهایی هستن که خوب، بد، زشت، نامطلوب یا مطلوب و زیبا هستن. احترام به سالمندان ارزشه، شهادت طلبی ارزشه، انفاق ارزشه، اون لایف استایل یا سبک زندگی ارزشه، کار و تلاش ارزشه.
اهل مطالعه بودن ارزشه، ساده زیستی ارزشه، صداقت ارزشه. میخوام بگم اینا نمونه های از ارزشن، اما ارزش ها تو تمام جوامع ممکنه یک شکل نباشه بچه ها. زمین ارزش ها زمینه شکل گیریه هنجارهای ما رو دارن چیکار میکنن؟ ایجاد میکنن. ببینید ارزش چه مطلوب باشه و از کدوم روش داره انجام میشه، از نظر اجتماعی بر ما احترام داره. ارزش ها اون احساسات ریشه دار مشترک در میان اعضای یک جامعه است. خب ما شهادت طلبی، انفاق بر ما ارزش حساب میشه و خیلی هم براش احترام زیادی قائلیم. افراد بر اساس ارزش هایی که به اونها معتقد هستن رفتار میکنن و عمل میکنن. فردی که حفظ محیط زیست براش یک ارزشه، تلاش میکنه که در عمل به حفظ محیط زیست عمل بکنه. مثلا صرفه‌جویی در منابع آب، تفکیک زباله، همه اینا هست، یا صرفه‌جویی تو منابع آب و برق، خودداری از پخش کردن زباله و پلاستیک توی طبیعت در هنگام سفر. ببین برای من خیلی مهمه که به محیط زیست کشورم اهمیت بدم. وقتی میرم سفر زباله هامو رها نمی کنم توی بیابون و توی خیابون. متاسفانه امروزه یه چیزی که باب شده اینه که راننده های ما کیسه های زباله شون رو میذارن روی صندوق عقب ماشینشون یا روی کاپوت ماشینشون میذارن و وقتی که دارن تو خیابون رد میشن با یه دست انداز اونو میندازن پایین. گویا که شهر ما زباله دانی ماست. پس اینا باید یاد گرفته بشه، ارزش ها باید کاملا مشخص بشه. خب باید بدونیم که این ارزش یا ضد ارزشی که ما داریم انجامش میدیم. پس همه اینا برای ما هست. ارزش های اجتماعی ارزش هایی هستن که گفتم مورد توجه اکثر افراد جامعه هستن و افراد به عملی شدن اونها تمایل دارن و خیلی برامون مهمن. ارزش های دینی، انسانی و اجتماعی اون دسته از ارزش هایی هستن که همه انسان ها یا اغلب افراد یک جامعه اون رو خوب و مطلوب میدونن. مانند چی؟ مثل شجاعت، صداقت، کمک به دیگران، حمایت از مظلوم، احترام به سالمندان و دفاع از وطن میتونه چی باشه؟ هنجاره. ببینید کمک کردن به دیگران واقعا هنجاره، که از جون خودت داری میذاری و برای دیگران کمک میکنی، واقعا مایه و ایثار شماها رو داره توی جامعه چیکار میکنه؟ نشون میده و بسیار بسیار برای ما چی هستش؟ ارزشمنده. توی این بخش بچه‌ها توی زمینه فرهنگ سوالای زیادی میتونن بگن که شما توی امتحان نهایی ازش استفاده کنید. مثلا ارزش رو بگن تعریف کنید، یا بعضی مواقع هستش که میان توی یک درک مطلبی رو به شما میدن، توی اون درک مطلب چند خط برای شما مینویسن، نمیان به شما بگن مثلا فرهنگ رو تعریف کن، نمیان بگن هنجار چیه، ولی به شما میگن مثلا توی این مطلبی که به شما دادیم بیا ارزش رو، نماد رو، هنجارها رو از توش بکش بیرون و بیار و بر ما چیکار کن، بگو که اینا چی هستن. پس درس رو طوری بخونید که اگر مثالی دادن، توی یک پاراگرافی آوردن، یه درک مطلبی رو به شما دادن، حالا توی اون بایستی چیکار کنید؟ از طریق اون بتونید مطالب رو در بیارید و مشخص کنید. من دارم سوالات امتحان نهایی رو نگاه میکنم، میبینم بیشتر مطالبی هستش که من الان به شما گفتم. یا مثلا مهمترین دلایل پیروی از هنجارها رو میگه نام ببرید، که من برای شما اشاره کردم و گفتم. پس اینا سوالاتی است که تا اینجا برای شما مد نظره و حتما بایستی بدونید. اما یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر هستش، اون عقاید دینی هستش که خیلی تأثیر میذاره. برای مثال صدقه دادن و انفاق برای فرد مسلمان یک ارزشه و به عبارتی این باعث میشه که برای فرد مسلمان خیلی ارزشمنده و یک ارزش حساب میشه و این ارزش ناشی از اون اعتقادی است که به ما رضایت خوشنودی و خوشنودی خدا و اطاعت از اون رو میگه. ببین بعضی مواقع اینجا مثلا صدقه دادن شاید از نظر ما خیلی مهم باشه، یه ارزش حساب بشه، اما خیلی جاها تو خیلی از کشورها این اتفاق نیفته، اصلا براشون مهمم نباشه. پس ما باید بر اساس اون دینمون و مذهبمون این کار رو انجام میدیم.
برای ما که مسلمون هستیم، اعتقادات اسلامی ملاکی است که با اون هنجارها و ارزشهامون رو میسنجیم و هر کدام رو با این اصولی که وجود داره چیکار میکنیم، اعتقادی با اصول اعتقادی که داریم میایم به عبارتی اون رو انجامش میدیم، سازگاری داره برامون و میپذیریمش. مثلا این بانوی خارجی که وارد ایران شده، خب به خاطر اون ارزش ها، به خاطر اون عقایدی که در ایران ما هست، اومده چیکار کرده؟ حجاب خودش رو رعایت میکنه، از دست دادن به مردهای ما داره چیکار میکنه؟ به خاطر اعتقادات مذهبی که داریم این کار رو انجام نمیده. پس باورها تو ذهن ما وجود داره و اون عقاید ما ریشه در وجود ما هستن و بسیار بر ما چی هستن؟ حائز اهمیته. یه مطلب دیگه ای که اینجا وجود داره و تو کتابتون آورده، خرد فرهنگ ها رو گفته که من این رو هم یه اشاره کوچیک بهش میکنم و ولش میکنم دیگه کتابتون تموم میشه درسش. خرد فرهنگ ها به عبارتی مرتبط میشه به شیوه زندگی یک گروه اجتماعی که با فرهنگ عمومی و مسلط جامعه تفاوت داره. ببینید وقتی من میگم خرده فرهنگه، اسمش روشه، خرده فرهنگه. یه اشتراکات ویژه‌ای تو کل جامعه وجود داره، اما این خرده فرهنگه مختص یک گروهه، یک قوم کوچیکه، یک ضعف کوچیک یا یک ضعف خاصش برای یک جامعه. ببین هر یک از این خرده فرهنگ ها میتونن اون نمادها و هنجارهای خاصی رو برای ما ایجاد کنن. برای مثال ما هر یک از جامعه های روستایی، شهری و شاید ایران هنجارهایی رو دارن که مخصوص جامعه هست و با هنجارهای دیگه ما متفاوته. ببینید مثلا ما تو مراسم سنتی عروسی برگزار میکنیم، عزاداریمون هم برگزار میکنیم. ما تو کل ایران وقتی میخوایم عروسی برگزار کنیم یا عزاداری بگیریم، همه ما این یک سری اشتراکات داریم، شیوه زندگی میگیم یک گروه جامعه هستش، گروه اجتماعیه، اما یه اشتراکاتی داریم. وقتی عروسی میگیریم مهمانی دعوت میکنیم، غذا میدیم، ولیمه داریم و اینکه لباس عروس میپوشن. اما ممکنه نوع اینجا وقتی از خرده فرهنگ صحبت میکنیم، اما نوع مراسمی که توی اونجا انجام میدیم متفاوته. مثلا ممکنه ما فقط یک شب توی تهران مراسم بگیریم، اما توی شهرها و توی روستاهای دیگه 7 شبانه روز مراسم عروسی میگیرن. این یعنی چی؟ این یعنی خرده فرهنگ، یعنی مربوط میشه به یک گروه خاص، یک قوم خاصی. یا مثلا ما عزاداری های امام حسین رو برگزار میکنیم، همه ماها گریه میکنیم، بعضی از اونها میان چیکار میکنن؟ سینه زنی داریم، زنجیر زنی داریم، کتل میاریم بیرون، دسته های مختلف رو میاریم. اما بعضی از مواقع هست که تو بعضی از شهرها، مثلا توی بابل، میان چیکار میکنن؟ سنگ میزنن. اینا عزاداریشون اینه که 2 تا سنگ رو به هم میزنن. این خرده فرهنگه، یعنی مراسمی است که مربوط به اونجاست. بعضی مواقع شما میبینید توی خوزستان مراسم عزاداریشون با سبک و روش خاص خودشونه. پس اینجا مراسم های ما، شیوه ها، ببین اشتراک کلی رو داریم، همه ما عروسی میگیریم، همه ما عزاداری میکنیم، همه این کارا رو انجام میدیم، چون این یک اشتراکی است، شیوه زندگی یک گروه اجتماعی. اما اون چه که ما رو با هم دیگه متفاوت میکنه، اون مختص یک قوم متفاوت. این هم آخرین بخش از مطلب این درستون بود. امیدوارم که ادای مطلب شده باشه و رضایت داشته باشید. شما رو تا یه روز دیگه به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. بدرود.